سلام. این روزها آثار بیش از 3 ماه قیام و مبارزات جوانان شورشی در کف خیابون رو میشه در درون نظام در فرمت پدیده‌ای به اسم ریزش دید. این ریزش هم فقط خاص نیروهای بسیج و نیروی انتظامی نیستا، بلکه در سراسر نظام خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده. مرسوم‌ترین شکل بروزش ابراز علنی اختلاف با سیاست‌های شخص خامنه‌ای در این ایامه. مثلا یکی از این مهرهای سابق که بعد از 3 ماه سکوت صحبت کرده عبدالله نوریه که گفته وضعیت اسفناک کنونی و برخوردهای به شدت خشونت آمیز و حتاکی ها و فحاشی های بی سابقه نسبت به معترضان موجب گردید بسیاری که صادقانه و با نیت انگیزه های ملی در انقلاب 57 و جنگ تحمیلی و روندهای پس از آن نقش داشتند را بهت زده و پشیمان سازد. این بسیاری که الان پشیمان شدن منظورش بسیجای سر محل نیستا، داره میگه بسیاری از اونهایی که توی جنگ ضد میهنی هم نقش داشتن، یعنی منظورش از اون قدیمی ها و بالا بالایی های نظامی که الان به پت پت افتادن. خود این آقا هم یه زمانی وزیر کشور خاتمی و رفسنجانی اینا بوده. ولی یه مهره دیگه که از این سیگنال های بیغ بیغ داده رئیس سابق صدا و سیما تا سال 95 بوده، یعنی تو همین دوران روحانی، که الان هم عضو شورای عالی فضای مجازیه. اینم توی یک مصاحبه در اون وسط مسطای قیام اینطور گفته در موقعیتی هستیم که اینا باید انتخاب کنن، مسئولین ارشد کشور، مسئولین دستگاه های مختلف، یا باید به این ظلم ها و بیعدالتی ها ادامه بدن و شریک این ظلم و بیعدالتی و بیقانونی باشن و شریک جرم محسوب میشن، یا اینکه باید بیان و استعفا بدن، کنار بکشن. این دیگه حداقل کاریه که میتونن بکنن، استعفا بدن و کنار بکشن. من این کارو کردم. زمانی که از سازمان صدا و سیما استعفا دادم، در روزی که اعلام شد که با استعفای من موافقت شده، همزمان که من عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کردن شرکت میکردم. البته توی اتفاقات اخیر که اینا اومدن واتساپ و اینستاگرام رو قطع کردن، دیگه من به این نتیجه رسیدم که اصلا حضور من در چنین شورایی فایده نداره و ضررش بیشتر از نفعشه. علارغم این که حالا موافقت هم اعلام نشده بود، دیگه شرکت نکردم در یعنی یک استعفای همینجوری، یعنی استعفای مکتوب که داده بودم و حالا عملا هم دیگه شرکت نکردم. پس این یکی هم استعفا داده، ولی ظاهراً چون وضعیت نظام طوری نیست که بخوان این ریزش ها علنی بشه، گفتن تو فعلا بمون، لازم نکرده استعفا بدی. اینم دیگه توی جلساتشون شرکت نکرده. حالا بعضیا خودشون ساز مخالف میزنن یا نق و نوق میکنن، بعضیاشون هم در وحشت از آینده خودشون سکوت میکنن، با خامنه ای همراهی نمیکنن. یعنی همون خواصی که دائم خامنه‌ای و رئیسی گلوشون رو پاره می‌کردن که چرا خواص سکوتن. یه سری هم هستن که نه نق می‌زنن نه سکوت می‌کنن، اتفاقا می‌خوان بیان توی میدون که مثلا از ولی فقیه هم دفاع بکنن، ولی باز ناخواسته به یه سری ریزش‌ها اعتراف می‌کنن. سوال مقدره، آیا این اتفاق که افتاد انقلاب اسلامی شکل گرفت، یکی از مثلا ریزش نداریم؟ رویش نداریم؟ بعد از این اتفاق که افتاد یه عده کفران نعمت میکنن، توی انقلاب بوده اما چپ میکنه، توی دفاع مقدس بوده چپ میکنه، رفته توی حکومت چپ کرده. پس اینم داره اذعان میکنه که اونایی که توی جنگ ضد میهنی بودن چپ کردن، یا حتی توی حکومت پست و مقام داشتن الان چپ کردن. حالا این کیه؟ خودش تا چند وقت پیش فرمانده اطلاعات سپاه بوده، یعنی طرف دستش تو کاره. اینقدر از این نمونه ها دیده که الان اینجوری توی سخنرانی مجبوره بهش اشاره کنه. بعد یکم جلوتر که میره میگه الان مشکل فقط تو خونه بغلی یا اون یکی نیست، تو خونه های خود مهرهای رژیم هم این مشکلات در درون خونه سرباز کرده. این گسست نسلی باید چه اتفاق بیفته؟ تو یه خونه اگر پدر بزرگ و پدر و فرزند و نوه با همدیگه نشستن، با همدیگه بجنگن. میگه تو انقلاب کردی، به من چه ربطی داره؟ تو رفتی دفاع مقدس،
من حرف دارم. این گسسته نسلی شکل میگیره. یعنی داره میگه همه چیزایی که 40 سال تبلیغش رو میکردیم هم الان داره بر باد فنا میره. جنگ جنگ تا پیروزی، دفاع مقدس. دیگه تو بچهای خودشون زیر ارمد سوال این حرفا. اما این میخواد اینجوری مثلا با شارلاتان بازی اینطور جا بزنه که این موضوعات فقط در نسل جدیده که چون یک چیزهایی رو نمیدونه یا شبهه داره الان جبهه گرفته بر علیهشون و اگر به سوالاتشون جواب داده بشه دیگه همه چی درست میشه. بله، عده محدودی الان تو کف خیابون یا تو دانشگاه چیه؟ یه عده محدودی اینا رفتن وصل شدن تو شبکه های اونا قرار گرفتن، حالا میرسن به شبکه سازی، اما بیشتر اینا تو شبکه نیستن. اینا کسانی که تو هیجان و تو خشونت و تو اینا اومدن پیوند به اونا خوردن. اینو باید تفکیک کرد. این جریان هیجانی شبهه داره، سوال از ما داره. حتی جریان انقلابی از ما سوال داره، باید سوال جواب بدیم. تردید رو باید برطرف بکنیم، نگذاریم به تقابل برسه. اولا داره میگه از همون جریان انقلابی هم یه سری سوال دارن، یعنی سوال و شبهه فقط مال اون به اصطلاح هیجانی ها نیست. اما چیزی که طرف نمیفهمه اینه که مشکل فقط چند تا سوال نیست که پاسخ بدیم جمع بشه. مشکل فقط توی این نسل جدید نیست که مثلا گسسته نسلی پیش اومده باشه. بابا شما 40 سال دارید جنایت میکنید. از همون بنیانگذار این حکومت که خمینی باشه تا الان همه توی این جنایت سهیم هستید. ادامه جنگ ضد میهنی از خرمشهر به اینور جنایت این حکومت، سوال نداریم سرش. اعدام های دهه 60، 67 تا امروز جنایت این رژیمه. کشتن مردم توی خیابون، زدن هواپیمای اوکراینی، اینا جنایت، اینا شبهه نیست، اینا سوال نیست. بخوای نخوای جوابش تقابل با این نظامه. بی خود نیست که مردم شعار میدن این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. همین امروز هم شما در برابر اعتراضات مردم به جز جنایت و سرکوب و برخورد قهرامیز که کار دیگه ای بلد نیستین بکنین، توش موندین. چون این مسیر سرکوب سیستماتیک هم عاقبت نداره که، خودیاتون هم مسئله دار کرده. ما میبینیم مثلا در اتفاقاتی که سال 98 افتاد، در اتفاقاتی که الان افتاده، سیستم امنیتی ما هیچ چیزی رو به عهده نمیگیره. خب در سال 98 1500 نفر کشته اعلام شده، 2300 نفر کشته اعلام شده، اما حتی یک مورد این نظام امنیتی ما نیومده بگه آره ما زدیم کشتیم، نمیدونم اینجوری بوده، اشتباه کردیم، یا هیچ چیزی رو به عهده نمیگیرن. یعنی میگن خب اگر ما برخورد شدیدتر بکنیم با اینهایی که اعتراض دارن، بیشتر بگیریم، بیشتر ببندیم، بیشتر زندانی کنیم، بیشتر بکشیم، از اون بر رسانه ها رو، اینترنت رو، همین مقداری که بستیم کمه، اگر بیشتر ببندیم، کاملش رو ببندیم، اون وقت مشکلمون درست میشه. یعنی به نظر من این مسیریه که از اساس اشتباهه و به نتیجه نمیرسه، چنانچه تا حالا به نتیجه نرسیده. داره میگه این مسیر سرکوب و برخورد شدید با معترضان بعد تموم میشه برامون، به جاهای خیلی باریک میکشه. نه اینکه فکر کنید الان نگران مردمها، از موضع دلسوزی برای نظامشون داره این حرفا رو میگه. سیگنال هایی از همین نوع که از عواقب ادامه خط سرکوب و اعدام ابراز وحشت کردند رو از جاهای دیگه هم تو نظام میشنویم. مثلا اینجا این یکی مهدی نصیری، سردبیر سابق کیهانه که اینها رو نوشته. اکنون با این تجربه، به خصوص حوادث چند ماه اخیر که نظام با شدت و قساوت در برابر مردم معترض ایستاده و چوبه های داغ و درفش و دار را به منظور ارعاب مردم به تنگ آمده از حکومت برپا کرده، نظریه نامشروع بودن تشکیل حکومت و اجرای حدود توسط حاکمان به حقیقت نزدیکتر است. پس تو این رسانه رژیم هم دارن میگن که اونهایی که مقابل حکومت قرار گرفتن عوامل استکبار و بیگانه و مواجب بگیر و اینا نیستن، خود مردمن، مردمی که از این حکومت به تنگ اومدن. خیلی هم محتاطانه نتیجه گرفته که حکومتشون دیگه نامشروعه. فقط جناب با یه تأخیر 40 ساله به این نتیجه رسیدی.
این حکومت از همون اول در همون دهه 60 هم این قساوت رو در برابر معترضان به حکومت داشت. فقط الان چون دیگه نظام تو همه زمین ها به آخر خط رسیده، دارن از کشتی میپرن بیرون. البته مشکلات و نابسامانی ها و خلف وعده ها از همان روز اول آغاز شد و امروز به عقیده بسیاری از عالمان و صاحب نظران و افکار عمومی، نظام مؤسس او دیگر نه جمهوری است و نه اسلامی و حالا بر همگان جز عده ای اغلب بی اطلاع و متعصب و یا افراد منتفع از قدرت و رانت های بی حساب و کتاب معلوم شده که وعده آیت الله خمینی برای آبادی دین و دنیای مردم ایران تحقق نیافته است. این همه گفت ولی یک دفعه آخر زد رو ترمز. چرا؟ چون این یکی خودش تو خیلی از جنایات دست داشته، دیگه روش نمیشه بیشتر از این بگه. ولی از ترس فشارهایی که داره توی کف خیابون حس میکنه، میخواد به یه زبونی به اینا حالی کنه که آقا ادامه خط اعدام یه سرنگونی دبش رو دست اون میذاره. در پایان باید به جمهوری اسلامی یادآور شد که به حکم قرآن هر انسان بیگناهی را که اعدام میکنید مانند آن است که کل انسانها و بشریت را کشته اید. پس اگر به قرآن باور دارید اعدام نکنید. ضمناً با ادامه این روند ممکن است مردم معترض تصمیم خود را برای عبور از یک نظام دینی بگیرند و هزینه این اقدام را بر روی دست دین و روحانیت و حاکمان بگذارند. اولاً که این آیات قرآن سر اعدام انسان بیگناه رو تازه خوندی؟ سال 67 اعدام 30,000 و قتل عام تو کجا بودی؟ دوماً مردم معترض خیلی وقته که تصمیمشون رو برای عبور از نظام دینی گرفتن. الان دیگه اکثریت مردم به چیزی کمتر از سرنگونی این نظام رضایت نمیدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.